خواهری میگوید که طوری شده که مردم نسبت به من بدبین شده، کتکم میزند. هم تذکری بدید، هم برای خودم دعای خیری بکنید. من شوهرم رو دوست دارم، همسرم رو دوست دارم. دعا بکنید تا خدا کمکم بکنه. خوشبینی که بین ما بود دوباره تو دل شوهرم خدا قرار بده و لذت و برکت زندگی مشترک نصیب خودم و نصیب مردم و نصیب بچه هام بگردد. ما برای شما دعا میکنیم، تذکرم میدهیم که بهترین خیر و برکت در خوشبینی نسبت به خدا و حسن زن، و تا میتوانیم و راهی دارد و امکان دارد، خوشبینی نسبت به خلق خدا، بدبینی سبب نفرت هست. اما نصیحتم این است، کاری که عامل فتنه و بدبینی هست باید اجتناب بکنیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اتقوا مواضع التهم، از موضع تهمت فاصله بگیر تا بدبینی ایجاد نشود. روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم با صفیه همسرش در تاریکی شب در کوچه مدینه ایستاده بود. صحابی آمد نزدیک، اینطوری صورتش آورد نزدیک، نگاه کرد که رسول الله صلی الله علیه و سلم با زنی ایستاده. یک دفعه سرش انداخت پایین، با دو از اون محل دور شد. پیامبر همسرش رها کرد، دنبالش دوید، گفت عباد الله عبدالله بیست، عبدالله بیست، ای بنده خدا بیست، چرا می دوید؟ این همسرم صفیه است. گفت یا رسول الله، یا رسول الله، من دلم نسبت به شما خراب می شود. گفت الشیطان و یجری من ابن آدم مجرى الدم، شیطان در مجرای خون انسان حرکت می کند. خواستم که بگم این همسرم صفیه هست. اتقوا مواضع التهم. بعضی از خواهرای بزرگوار نسبت به مرداشون بدبین میشن، حرکت های انجام میدهن که سبب بدبینی میشود، سبب بیاعتمادی میشود. بعضی از خواهرای بزرگوار میگن که قبلا شوهرم کل مال و چک و هر چی داشت دستم میداد، الان چند مدتی که فقط همون خرجی محدود خونه دستم میده، اعتماد سلب شده. علت دارد، شاید امانتدار خوبی نبودیم، شاید خواهرم کوتاهی کرده، مرد به تو خوشبین بوده، به تو اجازه داده، حیف و میل کردید، از اجازه سوء استفاده کردید. الله اعلم. نمیشه یک جانب قضاوت کرد، نمیشه یک طرف قضاوت کرد. مسائل مشترک باید دو نفر روبروی همدیگر بنشینن، پیش مشاور برون. اما این تذکرات برای عموم است. سبب خیر شدی که این تذکرات داده بشود.